اعتراف کن آیسان، دوست داشتی الان کجا باشی؟ من دارم میرم. کجا پسرم؟ بشی. یعنی تو واقعا برادر منی؟ خودمم. پس اونی که تو قبرستونه کیه؟ یه آدم بی کس و کار تو آتش سوزی مرد. تو اون موقع اومدی بیرون؟ 5 سال پیش. بعد از اون چی؟ اینجا نیومدی؟ معلومه که اومدم، خیلی زیاد از دور نگات میکردم. اما تو نیومدی، پولدار شدی که انتقام بگیرم. چرا من انتقامتو نگرفتم؟ چرا اونا؟ درباره همه اینا سر فرصت حرف میزنی. نه، سر فرصت مفصل نه، خلاصه بگو، همین الان بگو، انتقامتو گرفتی؟ این سوالا رو که نمیشه کوتاه جواب داد. من بازم ازل صدات میکنم. باشه، قبوله. قبول کردنش آسون نیست. صورتت شبیه اون نیست. گاهی یه چیزایی میبینم میگم آره، اما بعدش میفهمم. مرد، مهم نیست، بازم منتظر میمونم. آخه خیلی چیزا پیش اومده، یعنی آدم نمیدونه چی رو باید باور کنه. مرد، یه دقیقه ساکت شو، بغلت کنم برادر، لطفاً. عزیز دلم، حسابی واسه خودت مردی شدی. سرا بسه دیگه، دیگه بیاین خونه. اومدیم بابا. اومدیم. مامان، برادرم اومده. الانم میاد طرفت. پسرم، مامه. مادر عزیزم. عمرم عزیزم. عمرم. پسرم، دیگه اسم پسرمو میتونم صدا کنم. عامر. هیچی هم نمیشه. عزیزم، آمه. اعتراف کن، دلت چی میخواد؟ درونت چی میگه؟ به خدا سیر شدم.
قراره بعد از این در مغازه هم بیاد. بذار بچه یه نفسی بکشه. برسه باشه، من حرفی ندارم. نه بابا میام، میخوام با خودت بیام. با تو هم میریم خرید مامان. هنوز جمعه بازار برقراره مگه نه؟ جمعه بازار میگیاره؟ اما دیگه اونجا نمیرم، سوپرمارکت میرم. مامان تو هم؟ با مرت هم قراره بریم استادیوم، امسالو میتره کنیم. هنوز بشیکتاشی دیگره؟ آره. تو چی؟ مثل صورت تیمت هم عوض کردی؟ نه تیم عوض نمیشه، اما به خاطر برادری. میگم حالا جدن، ماه هاست که میخوام بگم اما روم نمیشه. اگو بذارم. خب لامپ جلوی در ترکیده بابا، میخوام عوضش کنم. یه عالمه کار دیگه هم میخوام بکنم. خیلی کار داریم دیگه، واسه همه چی وقت هست پسرم. واقعا وقت هست؟ نه یعنی جدی میگم، اگه یه چیز دیگه هست بهتر الان بدونیم. اگه بازم بخوای بری قبلش بگو. مرد اشکال نداره مامان، مهم نیست. منم باور نمی کردم وقتی صورتم اینطوری شد. اول اومدم شما رو ببینم، تو قبرستون از جلوتون رد شدم، جلوی این خونه خیلی منتظر موندم. حتی یه بارش هم خودت اومدی پیشم، اون شبی که اومده بودی نامه ها رو بندازی دور، منو انداختی بیرون. خب از کجا بدونی؟ چطوری باور کنی؟ من خودم هم باورم نمیشه که الان اینجام با خونوادم. باور نکردنیه. خب حالا چی کار کنیم؟ صبر میکنیم. یه روز میگی عامر منو میرسونی سر کار، بعد بابا چون بهش سر نمیزنم حالمو جا میاره. چه میدونم، مامانم وادارم میکنه براش روزنامه بخونم. همین، صبر میکنیم. چقدر باید صبر کنیم؟ هر چقدر لازم باشه. چون من دیگه هیچ جا نمیرم، همه ی خانوادم اینجا هن کنار من. مطمئنی؟ همه ی خانوادت اینجا هن؟ حالا که میخواییم صبر کنیم بریم لامپ عوض کنیم. دیگه بیا تو. الان میام. یه لامپ فسخلی چقدر معطلم کرد. اینو یه دقیقه میگیریم. خب. به خاطر حرفای مرد. نه مادر من، برگشتم خونه خودم کنار خونوادم، دیگه چی میخوام؟ خونواده تو همه خوبن. خوب که نیست ولی خوب. تو هم که همه چیو میفهمی ماما. مادرها میفهمن، مخصوصا مادرایی که سالها منتظر بمونن بهتر میفهمن پسرم. نمیدونم ماما، الان فکر کردم بهش هم حتی، آخه تازه اومدم. اما وقتی آدم ها رو تو زندان میبینی بیشتر میخوای با همه ی خونوادت باشی. منم میخوام نوامو ببینم. میدونم. فقط پسرتو میخوای؟ درست شد، اینم اولین کار عامر. ها
همه اون چیزی رو که احساس میکنن پنهان میکنن، چون اشتباهه، خطرناکه، زیادی بده، زیادی خوبه. ولی تو آیسان، تو همه نیستی. تو همیشه میدونی چی میخوای. اعتراف کن، با کی میخوای باشی؟ آیسان، بالاخره برگشتن به دنیای خودشون. تلفوناشون عوض شد و محافظاشون زیادتر. دیگه با ماشینای بزرگ با شیشه‌های دودی میان بیرون. هر کاری بخوان بکنن پشت درهای بسته و دیوارهای بلند میکنن. هتل شخصیشون، سرمایه شخصیشون، هواپیمای شخصیشون، همیشه بینشون با دیگران یه دیوار است. اون دیوار به قدری بلنده که آیسان جان، از پشت کار در حیرتم. آیسان، میریم قبرس، میریم یه سری به هتلمون بزنیم. آیسان پیشنهادات بی‌نظیری داره. چه زن فوق‌العاده‌ای. جان، چیزی که از اون طرف میگید این طرف شنیده نمیشه. زن، اعتراف کنید، مادامی که این طرف نیومده باشید، حرفی رو که از اون طرف میزنید رو آیسان نخواهد شنید، چون که این طرف مال برنده هاست. به نظرتون اون طرف مال کی هست؟ آیسان، کار دنیا رو باش، جلوی چشمامونن، اما دستمون بهشون نمیرسه. بازم آیسان، نه، مثل این که نگرفتی داداش علی. ما چطوری میتونیم از این یارو جلو بزنیم؟ میبینی که اونجا زن من، حالا هرچی، همون آیسان اونجاست دیگه. اوسا یه دقیقه میای؟ این کار ما چی شد پس؟ گوستامون توی داداش، برو ببین چی میگه. داداش ماشین دیگه قطعه کم داشت، راستش من سفارش دادم که بیارن، گفتم میاد. این دختر دیگه تو رومون نگاه نمیکنه. من آیسانو بهتر از تو میشناسم. واقعا آیسان آدمای قوی رو دوست داره. به اون دیگه هیچ امیدی نیست، چترشو پهن کرده اونجا، دیگه کارش تمومه. باهات موافق نیستم. اون کجا اون بالا میپرید؟ تو گفتی میتونیم از این پایین شروع کنیم. باید دیگه یه شاگرد بیاریم. ازن کوشین تیکه گچه من. من یه فکرایی کردم. چه وقت کردی فکر کنی؟ همه روز که رو ماشین مشغول بودی. از امروز دیگه رئیس انجمن شدم پسر جون. چه انجمنی؟ انجمن محله فقیرای. داداش چی بود اسم این انجمن؟ انجمن حمایت از جوانان. علی به اونجا خیلی کار نداشته باش. باشه؟ نه بابا داداش، جوانا رو واسه چیزای سرپایی و همین میفرستیم. الان این کایا مرتیکه علل بدل امروز یه جلسه ای داره. ماهی یه بارم این کارو میکنه. کیا میرن اونجا؟ کلوپ پولدارا، یه مشتری زاده. مشتریه
روابط عمومی با توه. را بیافت. تو فکری نداری؟ مرخصی داریم اما پول نداریم. اگه بدونم باید از کجا شروع کنم؟ چه غلطی کنم؟ قدم اول چیه؟ هیچیو پنهون نمی کنه اما هیچ کسی هم نمیشناستش. هست. چرا هست؟ یکی که خوب میشناستش هست. رامیز کارایسکی. ازل، مشتری با تو کار داره. ماشین رو روشن کن، منم میام. بابا به هم گفت، گفتم خودم بیام ببینم. خب مگه نمیای تو؟ نه، من اعصابم نمیکشه. تو چطور طاقت میاری؟ چطور هنوز با اینایی؟ به منم بگو بدونم. گفتم که باید بشینی درست حسابی حرف بزنیم. یعنی اینا الان دوستاته؟ چطور ممکنه؟ اینا دوستام نیستن مرد، اما باید یه کاری انجام بدم. اونا دارن کمکم میکنن. چرا اونا کمکت کنن آمر؟ پس من چی کارم؟ چون که چی آمر؟ چون که اونا پدر سوختگی رو خوب بلدن. چون که اگه اونا تو این راه طوریشون بشه ناراحت نمیشن. واسه همین اونا اینجا. واسه همینم تو نیستی. آها، من فکر کنم حرفتو باور نمی کنم. بپر بالا، پدر سوخته هم باهات میام. بشین کنار. مگه من نمیام؟ تو میری یه جای دیگه. کایا رو تعقیب کن. با جیب خالی چجوری برم دنبالش؟ براتون پشت هدیه کوچولو گذاشتم، یادت نره فقط در رو قفل کنی. تو نمیخوای چنگیز از اینجا خبر داشته باشه؟ اگه بهش اعتماد نداری چرا تو خودمون راش میدی؟ یه چیزی بهت بگم، به نظرم کنان بیرکانو اون شکست میده نه ما. ای بابا، خب این یعنی چی اون وقت؟ یعنی هیچ. باید چند تا سوال بپرسم. میشه علی بپرسه؟ یعنی چی؟ میگه فقط اون بیا تو. برو علی، برو، من منتظر میمونم.
دایی بالاخره پا شدی؟ آره تو اون تخت دیگه هیچکی نمیتونه منو بخوابونه. نظرت چیه؟ میخوای باز یه دست تخت بزنی؟ پایین ازل منتظره. منتظر نشه، بگو بره، بگو بره. تو بمون پیش دایی، من گوشی دستم اومد. این یعنی بی خودی تا اینجا اومدم. پس من واسه چی باید بمونم؟ تو زندان که بودیم میدونی چجوری سرمونو گرم میکردیم؟ با یه روزنامه میرفتیم تو حال و هوای خیابونا، یه چیزایی که تغییر کرده بود و نگاه میکردیم. بدترین چیز تو حبس بودن اینه که زندگی بیرون بدون تو ادامه داره. اتفاقای کوچه و خیابونا رو براش تعریف کن، در حقش رفاقت کن. تو چقدر این مرد رو دوست داری ازر؟ خب من دیگه میرم، تو هم برو بالا. منم یه هوایی بخورم، اشکالی نداره که. دایی میگم بریم یکم تا حیاط را بریم. ها؟ آره بریم، خوبه. تا سوپت خنکشه دو کلوم اختلاط میکنیم. بعد از ظهر بریم بهتر نیست؟ بابا باید این سوپو بخوری. ما میریم بیرون علی، تا برگردیم بابام سوپشو تموم کرده، بعدش میریم قدم میزنیم. خب دیگه بابا قبوله؟ قبول که نیست، ولی میگیم قبوله دخترکم. به خاطر من بابا. آزاد به هم گفته درباره کنان با رامیز میخواستی صحبت کنی. چون از همه بهتر داییه که میدونه. بگذری، مهم نیست. کنانو خوب میشناسه، خوب میشناسه، ولی فقط اون نمیشناستش. چیو میخوای بدونی؟ همه چیو. چه جور آدمیه؟ میخوام اینو بدونم. کنان از بیرون یه جوان سرزنده و شاداب، اما هرچی بیشتر پیش میری چیزیو میفهمی. چطور بگم؟ کنان کسی که لذتهای پنهونی داره، کسی که با یه کلک کوچیک هر لحظه میتونه تو رو هم تو لذتها شریک کنه. استانبول 1971. وقتی که زمین گرفت از در تو نمی اومد، لاوصب گنده بود. الان شده عین نه قلیون. نمیتونه راه بره، میترسی یه وقت باد میاد بشکنه بچم. باد طوفانه دیگه. راست میگی داش محمد، زنده باشه زنه داشه. هوای منو خیلی داره. منم تو چی داری نگاه میکنی بچه؟ اینکه الان دوره هم باشه خوش باشی.
آره اینجوری خیلی خوبه. کله رو بکش بالا یا برای طاقت زن قربان. خانم نرمین یه طوری شدن. یعنی چی؟ یعنی شما میخوایی فرمین که لباس ستون نمی کنی؟ نه نه نمی کنی. سی و نه و نیمه، احتمالش هست که تشنج کنه. تکلیف چیه؟ دارو میدم، باید استراحت کنه. 3-4 روز دیگه خوب میشه. 3-4 روز؟ بله، شدیدن سرما خوردن، باید استراحت کنن. مشکل چیه قربون؟ یه برنامه خصوصی دارم، پاسپورت میخواد بیاد، باید حسابی بهشون برسیم که اگه کارمون افتاد گیر نکنیم و به ما برسن. آها آها، چه هنی رمیز مردک، اونا بیان کیو بیارم رو صحنه؟ سلما، سلما رو میاریم سلیم بی، یعنی بیارین سلیم. تو به حرف این بچه ها میخوای یه دختر بچه رو جای من ببری رو سن؟ یه نگاه به من بنداز، با همین حالم خیلی بهتر از اون دختره یه کبریت فروش آواز میخونم. درسته سلما، بی تجربه است. همه عاشق صدای سلمان سلیم بی. پری روز تو روزنامه خوندم تو آینده یه تکخون خوب میشه. برای فعلا کوچولوه. سلیم بی، سوء تفاهم نشه، عاشق صدای خانم نرمینم هستیم، ولی سلما بچه نیست، جوونه. از خانم نرمین 10 سال جوونتره، یعنی 10 برابر انرژی بیشتر روی سن. اون بازپرسا تمام روز با دفتر دستک و دوسیه سر و کله میزنن، دوست دارن یه چیز خوب ببینن. حالا که دعوت خصوصیه، یه سرویس خصوصی هم میشه بهشون داد، یه شوی جوون، یه شوی جدید. درست میگه. مسئولیتش با تو، برید ببینم چی کار میکنین. این بچه کوچولو هم امتحان میکنیم. من بهش میگم، به دختره که کبریت فروش. استانبول 2010. چرا ما مثل آدم های معمولی مسافرت نمیریم؟ اذیت میشم. از هر چیزی رو اینجوری دوست داری؟ یه چیزای دیگه ای هم هست. چه چیزی؟ نمیدونم چطور بگم. شاید پشیمون میشی. وجدان یه روزن است برای گول زدن آدم ها ایسان. میدونیم چی میخواییم، اما وقتی به طرف خواستمون میریم و به اون میرسیم، یه حسی باعث میشه که دوباره ازش برگردیم. همه چیزو با پول صاحب میشم، همه چیزو، هر چیزی رو که توی این بازی هست با پول صاحب میشم و به جاش انسان بودن رو میپوشم. به چی میگی انسان بودن؟ مطیع بودن. هیجانش همیشه واسه منه. تجربه نکردی؟ کنان، من اندازه تو پول ندارم، اما تو 15 سالگی توی هتل یاد گرفتم که چطور چیزی رو که میخوام به دست بیارم. تو بدترین شرایط زندگی کردم و زنده موندم. کاری که میگفتی و فقط حرفشو نزن، اگه میتونی نشون بده. کاپیتان، مسیر رو عوض میکنیم. شماره 4 لطفاً. تو شماره 4 چه خبره؟ راستی میشه اینو بعدم برسونیم دست چنگیز؟
اوف. بازم این طرف در وایسادیم. من اینجا عضو بودم. من هم بودم. با ایسان اینجا برنده شدیم. کی بود؟ 2008 دوم شدیم. آیسان مچش پیچ خورد. اینجوری که میگی آدم دیگه کف میکنه. یکی این همه سال چطور همه چی رو تعقیب میکنه؟ بقیه رم دیدی؟ آره دیدم. کله گنده های لیست شماره 4، کلوپ بچه پول دارا. ازن ما اینجا چی کار میکنیم؟ مثل سگایی ولگرد داریم دنبال چی میگردیم؟ دنبال یه راه میون بر واسه اون طرف در. نه بابا اینطوری هم نیست. اونجا منو میشناسن. درسته که دستبالمون یکم تنگه، ولی کافیه من یه چشمک بزنم نکنه یادت رفته. به من میگن چنگیزاتای. این که گفته نقشه ایم داره. معلومه که داره. این یارو کایای بره بعد میرم ببینم چه خبره. کنان بالاخره یه نقطه ضعفی داره مطمئنم. چی میگفتی؟ لذت کثیف؟ هم چیزی بود. موفق باشی. خیلی خوب بود. چنگیزاتای هستم. آمستردام تو نمایشگاه با هم بودیم یادتونه؟ بله بله. سرچوک بی، تابستون پارسال به هتل دلفین سفید نمیدیم؟ هفته بعد میرم. آها، خانم آیسانو تو کلوب دیدم، قرار گذاشته. آها، چیزی نگفته، حتما یادش رفته. کنان بیم یه سری نقشه داشت، هر دوتاش به نظر جالب میومد. واقعا؟ بله واقعا چنگیز خان. ما هم منتظر چهارمیم. آره خب میدونم، من حسابی رو فرمم. نوشیدنی من کجاست؟ تموم شده قربان. یعنی چی؟ یعنی چی تموم شده؟ این خدمتتون باشه. مال سریای قبلیه که اومده بودیم. باشه متشکرم. شارژ ماهیانه. گفتم باشه. ما داریم میریم کرد. شما هم میای؟ حتما میام. من اینا رو ردیف کنم بعد میام. چنگیز بی؟ حرومزاده های عوضی، یه وقتی واسه گرفتن یه قرون چه پشتکایی میزدن. بی پدر و مادر. چنگیز تو دیگه از اونا نیستی. پس میشه بگی از کیان؟ از اینا که نیستم، از اونام که نیستم، پس از کیام؟ از اونای. خوش اومدین قربان. خوش اومدین. خیلی خوش اومدین قربان. سلام. اول ما رسیدیم نه؟ بله قربان. منو کجا آوردی؟ دیجا. اومدیم تعطیلات آخر هفته. روز بخیر کنن بی. کایا بیگ؟ دوست بیمارمون مرخص شد؟ هنوز نه قربان. مرخصشون کنیم؟ بی زحمت بله. بعدش بیارینش اینجا. میخوام با یکی آشناش کنم. حتما قربان. با کی قراره آشنا بشم؟ با یه شخصیت جالب. خیلی خوشت میاد. جای قشنگیه نه؟ بفرمایید. صبح بخیر استاد. بفرمایید. کارتون سخته، همش باید دنبال نشونه باشیم. معلوم نیست کی جنایتکاره کی نیست. بیا با میتونی هر جایی باشه، کار سختیه. خب بیا سرکا، 4 تا قندم برات انداختن توش.
ممنون. من یه نگاهی تو میندازم. اعتراف کنید بین تمام چیزای سادهی که حسشون میکنیم یه دیوار وجود داره. اعتراف کنید که مانع دقیقا همون پوسته یه که هر چقدر تلاش میکنید شکسته نمیشه. اعتراف کنید چیزایی که شما رو به شک میندازه، ترسا، نقابا، مرزا، تمام اینا رو نادیده بگیرین، اما وجود همین چیزاست که مایه لذت بیشتره. اعتراف کنید تمام کارهایی که برای قدرتمند به نظر اومدن انجام میشن نمیتونن کسیو که همیشه به خاطر میارن رو از گذشته هاتون بیرون بکشن و دور بندازن. اما روش نوشته دوتاش هم قیمت یکیه. شرمندم، اون این مارک نیست. این هم همون قیمته؟ باشه، ولی من الان خیلی خوب باشه، ولش کنید، هیچی نمیخوام. ببخشید من خیلی خرید کردم، اگه میخواین. نه نه متشکرم. ببخشید میشه بگیرینش؟ نسلی هم بودی؟ آره ممنون. چند ماهشه؟ 4 ماه. اسمش چیه؟ یالین، از مادرش جدا شدم. میدونم، اما نمیدونستم یه بچه دیگه ایم دارین. برک، اسم پسر منه. تنهایی بزرگش کردم. کار سختیه، مگه نه؟ سخته؟ خیلی سخته. اعتراف کن بین خودت و هر دروغی که میگی یه خط باریک وجود داره. ادامه بده، حرف بزن، چون که هر دروغ یه اعترافو در خودش پنهان کرده. یه خونه کوچیک اجاره کردم. یه کار درست حسابی پیدا کنم دیگه خیلی خوب میشه، میتونم کرایه‌شو به موقع بدم. میفهمم. میخواییم بچه همون تو بهترین شرایط بزرگ شد. چیز زیادی نمیخوام، فقط میخوام به هم بگه بابا با اسبا بازیش بازی کنه، بعد برم خونه. چه میدونم، مثلا با مادرش آشتی کنم. اما من نمیخوام با پدرش آشتی کنم. این حرفو نزن، ما که قبلا خیلی خوشبخت بودی. من نبودم، از بابام کتک میخوردم که زنش شدم، ولی بدتر شد. منم وقتی همسن تو بودم از خونه فرار کردم. میدونی چرا؟
از سوسکای آشپزخونه میترسیدم، از بوی کپسول گاز، از بوی سوخته نایلونی که با سیگار سوخته بود فرار میکردم، از فقر فرار میکردم، از فقر، از فقیر بودم بدم میومد. بعدش بابام پیندام میکرد، میگفت تو هیچ پخی نمیشی. دستاشو اینجوری نشونم میداد، دستای سیاهشو، سیاه مثل زغال. میگفت ببین دستای تو هم اینجوری میشه، میگفت طوله به تمکزر جات، همش میگفت تو هم میشی مثل من. فرار میکردم بازم پیدا میکردم. میخوای بگی از آدمایی مثل خودمون فرار میکردی؟ آره درسته، اما باز پیدا میکردم. بازم موندم توی کوچه، باز همون حرفا تو گوشم بود. دستاشو نشونم میداد، اون دستای سیاه سوخته مثل زغالشو، میگفت ببین دستای تو هم اینجوری میشه، اما این دفعه واقعا فرار میکنم. همیشه با خودم میگفتم دیگه نمیتونم تو این خونه بمونم، همیشه با خودم میگفتم حتما باید یه روزی بزنم بیرون، ولی نمیشد. فکر کردی من نمیخوام فرار کنم؟ هممون دوست داریم فرار کنیم. باشی اعتراف کنیم هممون داریم از سنگینی گناهامون فرار میکنیم. داره چی کار میکنه؟ هر کاری که نباید بکنه رو که میکنه، نشسته راکی میخوره. تو هم گذاشتی بخوره؟ دنبال یخ میگشتم، تو آشپزخونه نداشتیم. تو چه جور آدمی هستی علی؟ بدون یخ میخوره؟ واسه چی بهش مشروب میدی؟ چرا حرفشو گوش میکنی؟ خب برای چی داد میزنی؟ مگه کوری؟ چرا بهش هیچی نمیگی؟ نکنه میترسی ها؟ ای بابا، حالا روزشو نمیبینی؟ چرا اشکاری نمیکنی؟ آزاد، دارم میبینم عزیزم، خوب میبینم، احمق که نیستم، دیگه دستاشم میلرزه، اینم میبینم. تو خودت نمیدونی چی کار کنی، اینم دارم میبینم. بیا اینجا. بیا، اینم میبینم، کور نیستم، شعور دارم. آها، اون کار من نیست، اون ازم بر نمیاد، اون کار توه. بلد نیستم که چطور میشه برای یه بابا فرزندی کرد. باید چی کار کنم؟ نمیدونم چی باید بگم. خیلی هم خوب میدونی، بیا از همینجا ادامه بده. برای من چیزی مونده؟ دستام روغنیه. میگم تو رو بفرستیم اون زیرو ببینی؟ نه، من پوزیشن بالا رو بیشتر دوست دارم. واسه اینکه کار کنی میگم. یکم دستات کثیف شن. وقتی همه چی تموم بشه میخوای چی کار کنی؟
همه چی که تموم بشه گفتی همه چی که تموم بشه میخوام چی کار کنم؟ دوباره برمیگردی سراغ قمار؟ نه، برمیگردم پیش خانواده. بعدش هم نوبت جانه. پسرمو میگم از اینجا گورمونو گم میکنیم و میریم. خوش اومدی چنگیز. منتظر بودم ببینم اون روی واقعی تو کی نشون میدی. قصه نگو. خیلی اعتماد داشتی که یهو الان چشمات باز شده؟ کسی که تو رو بشناسه و بهت اعتماد کنه باقی مونده؟ کنان شاید. تو با این همه شعور چطوره که نمیفهمی؟ من میخوام که تو کنانو شکست بدی دیوونه. میخوام بازم عامر باشی. میخوام یه راهی پیدا کنم که تو منو ببخشی. که منو ببخشی و برای همیشه از دستت راحت بشم. در اصل میخوام همیشه با تو باشم. مرتی که خر قبل از همه خانواده ای من تو بودی. آره من بدم. آره ضعیفم. من چنگیزم. مردک تو هم عامری. من چنگیزم. تو هم عامری. حتی اگه بمیری. چنگیز، عامر و البته آیسان. آره همه چی که تموم شد اون آدم مظلوم و پشیمون علی خان بازم جفتک میندازه. بازم خودمون ستا میمونیم. همه چی که تموم شد وقتی من با آیسان روبرو شدم به نظر چی کار میکنم؟ چی کار میکنی؟ ازل تقدیر ما معلومه. ما برای یه بار بازی کردن اون نقش به دنیا نیومدیم. دوباره دوباره و بازم تکرار. باید همه چیزو تکرار کنم؟ هرچی که لازمه رو. آره تازه جانم این وسط هست. معلومه که اونم حق توه. آخرشو بگو چنگیز. کاری که قبلا کرده بودم و یادته؟ وقتی که همه چی تموم بشه اگه لازم باشه که البته میشه دوباره همون کارو انجام میدم. میخوای چی کار کنی؟ واضح بگو. اون قبل رو که خیلی خوب میشناسی. همه چی که تموم بشه برای اینکه آیسان و جان رو دوباره داشته باشم ازل و عامر و دوتاییشون رو با هم یه دفعه میندازم توی اون قبل. خوبه، خیلی خوبه. چون همه چی که تموم بشه چنگیز عزیزم اگه لازم باشه که لازمم میشه برای گرفتن خونوادم این دفعه من میکنم تو قبر بدون تردید با کمال میل. دوست عزیزم این دیگه چیه؟ میخوای نوشتم بدی؟ دم در پیداش کردم. آیسان تقاضای طلاق توافقی کرده. خوبه. میخواد طلاق بگیره. بله. چیزی هم پیدا کردی؟ هنوز همینجا. میدونی نمیتونی به هم اعتماد کنی ولی نگه هم داشتی. واسه همینم اینجای چنگیز. بعد اون همه ماجرا چون بهت اعتماد ندارم اینجای. اون هرسی که توی وجودت هست، اون طمع، اون حسادت. برای شکست دادن کنان هر کاری میتونی بکنی. برای همینه که اینجای. دختره 4 ساله که اونجاست. میگه 4 ساله همون اکیپ میان واسه بازی کردن. کنان هم بعضی وقتا میاد. 2 ماه پیش یکی از بازیکنا با کنان جر و بحث میکنه و داد میزنه. میگه این بیانصافیه، این بیانصافیه. منم آمارشو درآوردم. از کجا؟ امروز از کافینت محلمون. براک بلوک 2 ماه قبل شکایت نامه تنظیم کرده بوده. رأیم به نفعش صادر شده. بعدش هم کشیده کنار. کسی هم که جاشو گرفته شرکت بیرکان بوده. یکی از اونایی که با کنان خوب نیست. به دردمون میخوره؟ فردا میفهمیم.
هر کس اعترافم که نکنه، خواسته یا ناخواسته یه طرف خط ایستاده، هر کس یه طرف پل ایستاده. اگرم نتونه تنها رد بشه، منتظره که از اون طرف صداش کنم. آبجو، قبل خواب باد میره، اما اگه قرار فوتبال ببینیم اون دستاتو بشور دیگه بابا. بابا میخوام بیام پیشت. نه یا دخترم، نه یا، من دارم میخوابم، صبح حرف میزنی. اون دیگه چیه حال؟ چیه اون؟ ببرش پایین اونو. بابا هنوز به اون روزا نرسیدم، همچی چیزی نمیخوام. رسیدیم بابا، منتظرم. گفتم ببرش زود، اون چیز نمیاد تو این اتاق، فهمیدی چی گفتم؟ بابا من پیشتم. دخترم نمیخوام، من چلاغ نشدم. رامیز کارسکی نمیذاره بهش بگن چلاغ. پاهات جون نداره بابا. داره، خودم را رفتم، را میرم. ببین وقتی شماره 8 با چاقو زدی، ساکت شو. یکی از رگایی که به قلبت میرسه بسته شده بابا. من اینو از دکتر پرسیدم، خودش بهم گفت. دکتر اینا هیچی نمیفهمن. میدونی تا حالا چی چیزایی رو تحمل کردم؟ از پادر نمیام. داشتی در میومدی بابا، شماره 8 داشت میکشتت، ازل تو رو نجات داد. اینا کی گفته؟ ها؟ کی گفته؟ را میرم، دوباره نیرومو جمع میکنم. رامیز کارسکی ناقص نمیشه دختر. باشه قبوله بابا، باشه، اگه میتونی راه بری بیا اینجا. میتونم را میرم. نوام با من کاری نکرد. توی بزرگترین ترسامون منتظر باز شدن یه در میشیم، اما به همون در پشت میکنیم، چون رد شدن از اون در یعنی اعتراف به اون چیزی که هستیم. یالله جون بخورید، حرکت کن دیگه، حرکت کن. به من نگاه نکن دختر، مراقب من نباش. این رامیز کارسکی نیست. رامیز کارسکی اینی نیست که داری میبینی. نه آزاد، به من نگاه نکن، نگاه نکن. یه لحظه باشتا. از این خط رد نشو. رد بشم چی میشه؟ همه ی قانونا نابود میشن. چون اعتراف کردن یعنی آزاد موندن. پس بیا یکی رو بهت معرفی کنم.
این دومین و آخرین باریه که همدیگر رو میبینیم تموز. اول حسابی به خودت میرسی، بعد رامیز رو برام پیدا میکنی. میتونم یه چیزی بپرسم؟ آره میتونی. علی، کاری رو که باید انجام بده. بقیهشون چی؟ چنگیز و ازل. نوبت اونا که شد اول از من بپرس. تو اینجور کارا وقت برای پرسیدن نیست. واقعا؟ پس فقط زندگی اونا دست من نیست، زندگی تو هم دست منه. تبریک میگم، خط رو رد کردی. استانبول 1970. این صدا رو توی شاه معرفی میکنی بچه جون؟ آخه من از شاه چی حالیم میشه؟ ببین ما رو قاطی کاری کردی که آخرش با سلیم میزنیم به تیپ و تاپ هم دیگه. همه چیز ردیفه داداش، تو فقط هر کاری میگم بکن. چی ها ردیف میکنی بچه جون؟ دوباره بریم؟ بریم. حالا میبینی. نمیشه. خسته نباشین. چطور پیش میره؟ فکر کنم باید بیشتر کار کنم. خیلی بهتر شد دختر. بهتر از تو کسی رو نداریم بتونه بخونده. خیلی ممنون. نمیخوام فرصت رو از دست بدم. قرار نیست از دست بدی. این چیه؟ تو پاریس دیده بودم. هنرمند با یه نمایش کوچیک میره روی سه. افتخار میدی؟ خیلی خوبه. آها، دو سه. آره خوبه. دو سه یک دو سه یک دو. آفرین، عالیه. تازه نورپردازی هم داری. الان بهت نشون میدم. داداش رامیز. چیه؟ یون و خسته شدی؟ خوبه، یه برنامه گلم داری. داداش رامیز. بعد از هر ترانه یکی از اینا میگیری، ما برات میفرستیم، اما تو از تماشاچی ها تشکر کن. بگو مثلا خیلی لطف دارین و از این حرفا. به یه جای مشخص نگاه کن، انگار داری به یکی نگاه میکنی. یه کار کن باور کنم. تشکر میکنم، خیلی ممنون. نشد؟ یه بار دیگه هم بگو. پول برای چیه؟
فقط یه چیز باقی مونده، لباستون. داداش رامیز. آه آقا صبر کن. بستیم دیگه. خب وازش کن. خیلی دیر شده. باشه. خسته شدیم ها. داریم چی کار میکنیم ها؟ برادرم اعتماد کن، اعتماد. وایسا همین امشبو بگذرونیم، یه نمره 20 از رئیس میگیریم. یعنی فقط واسه همینه دیگه. پس چی میخواد بشه؟ که بهم خوبی کنی. آره داداش؟ از لجه اون زنی که نرمینه. نه بابا. نکنه واس خاطر سلما داری؟ چه ربطی داره؟ تو عاشق شدی پسر جون. چقدر قشنگ لبخند میزنه رامیز. والا نمیدونم، من نگاه نکردم. من زن دارم بچه جون. چقدر خوب، یهو دیدی منم ازدواج کردم. پس من کجا بشینم؟ بیا بشین. بینتون فاصله میفته. مگه چه اشکالی داره؟ اوه چه ضیافتی رو انداختیم. نون تازم که دارین. استانبول 2010. ولم کنید، کمک. باورش کم سخته ولی ما با تو تو یه جبهیم. تو رو خدا ولم کنید، باور کردم. دکی تماشا خونه را بندازه، کلی مشتری میاد براش. الان که بندازمش باید. باشه باشه، چی از اونم میخواین؟ باشه. اسمش لازم نیست، یه نفر از توی چیزی دزدیده. هیچ کس چیزی ندزدیده، خودم کنار کشیدم. پس تو کشیدی کناراره؟ چون راضیت کردن. اسمشو نبر، خیلی خوب همه رو بلده راضی بکنه. حالا بگو چجوری منو راضی کرده؟ خونه و زندگی و بچه‌مو از من گرفته. باهاش شب افتادی، اونم پرتت کرد بیرون. ما هم مثل تو توی بلک لیستیم دوست عزیز. اسم ما حتما شنیدی، چنگیز آتای، بیزینسمن. ازل بایرکدار، قمارباز. من هیچی نشنیدم، بلم کنید. ما نیاوردیمت اینجا، اسمشو نبر آوردت دوست عزیز. ورشکستم که شدی. مجبور شدی چند تا خونه بفروشی. از دور و وریاتم که دور شدی. انگار یکیو عصبانی کردی، اونم تنابیو که بهش وصل بودی ول کرده. نه ولم کنید، اسباب پایین پرت کردن تو ما فراهم نکردی، همون اسمشو نبر برات فراهم کرده. ولم کنید، ولم کنید. هیچی نمیتونم بگم، چیزی بگم منو میکشم، زنده نمیذارنم. ما هیچ وقت اینجا نیومدیم، چیزایی هم که گفتی رو نشنیدیم.
شما چی میخواییم؟ کلید، ضعف، شکاف، همین چیزها رو میخواییم. نمیدونم چجوری بگم. کارهای خیلی کوچیکی که با هم انجام دادیم، با هم خوش گذروندیم، اون لذتهای کثیف. این اسمشو نبر کنان، دهن این ترسورم داده گل گرفتن. میبینی که یه جایی هست. چجور جایی؟ یه جایی مخفی، یعنی یه جای خیلی مخفی، جایی که وجود ظاهری نداره. سالی چند بار اونجا جمع میشن، کسی نه میدونه نه حرفی میزنه. اگه صداش در بیاد درد سر میشه. به همین خاطر اونایی رو که میشناسن دعوت میکنه. اونا کیه؟ عوض میشن. هر دوره هر کی تو بورس باشه، موزیسین، هنرپیشه، رجال، اونا رو دعوت میکنه. مانکنا، گوینده ها، هنرپیشه های خارجی، هر کیا که خودشون بخواد. کیا دعوتشون میکنن؟ اونا عوض نمیشن. 3-4 تا رده بالا، در واقع همین 3-4 نفر بیشترم تو کشور نداریم، کسایی که میشناسیمشون. میرن اونجا چی کار میکنن؟ خوشگذرونی؟ خوشگذرونی؟ میان هر کاری دلشون بخوادو میکنن. میل داشته باشن موزیک گوش میدن، خواننده رو واسه روح لطیفشون میارن. شرط بندی که میکنن برای مبارزه رزمیکار میارن. نقاشی بخوان بکشن، بزرگترین نقاش ترکیه رو میارن. اون لحظه هر کاری دلشون بخواد میکنن. با بازیکنهای تیم ملی بازی میکنن. نویسنده ها وقتی می نویسن که اونا دلشون بخواد کسی کتاب بخونه. هیچ چیز هیچ مرزی نداره. کنان میرکان؟ اون همه اینا رو راه انداخته. اونجا مال اون. و اما آخرین سوال دوست عزیز. از کی؟ مهمونا دارن میان، کارمندا هم دارن میرن. این یعنی چی؟ تو این روزا فضول باشی لازم نیست، یکی دو نفر کافیه. میخواییم دوره هم باشیم. میخواین آشنا دورمون نباشه؟ نه جونم، جنایت نمی کنیم که. هنوز ای بابا یه دقیقه وایس ایزر، آخه میریم اونجا چی کار کنیم پسر جون؟ نمیدونم. وایس فکر کنیم آخه. ایزر، ایزر علی کمک، اینجا یه دیوونه داریم. پیداش کردم، کنانو میگم، یعنی اول نقشه من بودم و نمیدونم چرا ازل یهو دیوونه شده، داره میره سراغ امترین جای این یارو. چه میدونم، جایی که هیچ کس نمیشناسه. تازه فقط اونم نیست که، رفقای خطرناکش هم هستن. میریم اونا رو عصبانی کنیم. میریم، داریم تندم میریم. ای وای ازل، یه دقیقه وایسا داداش، یه عموم بده. حالا اصلا میریم اونجا چیکار کنیم بابا جان؟ میگم میریم اونجا که چی بشه. علی جان من نفسم تموم شده، تو رو خدا تو یه چیزی بگو. من هیچ کارم، به حرف تو گوش میده بابا. میزنی خودتو به کشتن میدی ازل. آخه بخوای بری تو، یارو خلاصت میکنه. چرا؟ چرا هان؟ چرا برادر من؟ لااقل بگو چرا میری؟ آیسان اونجاست. این دختر آخر به مراد دلش میرسه، پسره رو به کشتن میده.
عاشق این ترانم. باشه، پس میتونیم یه دوئت بخونیم. نه، اونقدر هم صدام خوب نیست. منظورم صدای شما نبود خانم. شیطونی نمیکنه که این پسر خجالتی صدا در نمیاد چرا؟ اگه اجازه بدین یکی از ترانه های آلبوم بعدی اسمش آیسان باشه. اگه اسم آلبوم آیسان بذاری تا اسم خودم عوض نشده با اجازتون کنم به من برم. راکم گوش میدین؟ برای گوش مضره. سیدی امبر رو تو اتاق دیده بودم، به این خاطر دعوتش کردم. این خاطر من؟ چیه؟ یعنی به هم نمیاد؟ پری روز تو گالری به یکی از نقاشی‌های برهان دوران اونقدر قشنگ نگاه میکردی که دیگه طاقت نیاوردم، خریدمش. نقاشم دعوت کردم، میدونم خیلی خوشت میاد. شاید بخوای عکس تو رو هم نقاشی کنم. کاری نیست که نتونی انجام بدی نه؟ راستش چرا؟ دیشب یه فیلمی میدیدین که آخرش گریه‌تون گرفت. برای اینکه یادتون بیفته که اون یه فیلمه و اونا طوریشون نشده دعوتشون کردم اما نتونستن بیان. بگذریم. برای ماه دیگه قول دادم. سورئال، ولی بدون شوخ طبعی. اعتراف کنید کسی شما رو منع نمی‌کنه. تمام چیزهایی که این طرف خط زیبا، هیجان انگیز و کنجکاوانه بود همه رو اعتراف کنید. استانبول 1971. بچه جون آروم بگی، همه کارا رو کردم، ملت هم که کیفشون کوکه. خوب دورو برات رو سعی کن ببین. واقعا میگی رامیز؟ بسه دیگه، چندومیشه؟ گلو ما میفرستیم سنگ که واسه یکی دیگه غمیش میاد. رامیز اونجا چه خبره؟ بعد سمه یه چقدر پول میخواد. آقا بفرمایید این طرف. آقا خواهش میکنم اون طرف نمیم. آقا میرم من وزنه که اجازه بدین. آقا آروم باشین، آروم باشین. گلو من دارم یه راخ به ما نمیندازی اینجا. ما آقا بفرمایید. آقا خواهش میکنم نرمینو بیاره. من نرمینو بخواهم. آقا بفرمایید. بیا اینجا بینم نرمینه رو میخواستی. آره الان باید نشونش بیدم. بیا هنوز خیلی جوانه. داشتی مثل بید میلرزیدی، درسته؟ یکم هیجان داشتم اما... اما بی اما، نباید هیجان زده بشی. آره خوب جمعش کردی. از اونی که فکر میکردم زودتر یه سولیست آس ازت در میاد. زود خودتو حاضر کن. ممنونم. من که کاری نکردم، همه کارا رو خودت کردی، تو تونستی. اگه تو نبودی نمیتونستم. اگه اون مرد رو ساکت نمیکردی همه چی خراب میشد. ممنونم.
استانبول 2010. آقای بیرون منتظر شما. گر مهمون شما. همه اینجا هم. نمیدونی کیه؟ ازن های رفتار. سیما بدین بهش. من از این برو بیا دیگه خسته شدم. شما هنوز خسته نشدین؟ تبریک میگم، اینجا رو پیدا کردین. چرا تشریف نمیارین تو؟ نمیتونیم. چون شما اون پایین هستین، چون شما اون بیرونید. بین ما چنان دیواری هست که بخواید هم نمیتونید ردش کنید. اگه غیر از اینه بفرمایید. به دنیای من قدم رنجه کنید. نترسین. نمیتونید. جسارتشو نداریم. آیسان اونجاست. وایسا میگم نگه دار این لعنتی رو، نگه دار بزن اقل. رسیدیم، اسکات هم اینجاست. ها بالاخره یه چیزی به ذهنش رسید که بگه. داداش من دارم میرم، اینم هر غلطی که میخواد بکنه بکنه. آها باشه، یکی اینجاست، اسمشو نمیبرم. ماجرا رو گفتم، یه چیزایی میدونه، وصل میکنم. به اون بچه بگو بره، بره اونجا. بگو. میگه اگه بری بد نیست. بهش بگو کنان ترتیب همه چیو داده، همه چیزو به دقت انجام داده. خب دایی بدم گوشی خودت بگی؟ نه تو بگو. بگو عجله نکنه، یه راهی داره. میگه یه راهی داره، ولی یه راهی داره، چون که با اینجور آدم ها مهم رفتن به جایی که هستن نیست. میفهمی؟ مسئله اینه که اونا نتونن از اونجا بیرون بیان. پس چی مهمه؟ اونا نباید بتونن از لونشون بیرون بیان. شنیدی که ازر؟ مهم بالا بودن نیست، چون تو الان اون بالایی، اما به قدری که فکر میکنی آزاد نیستی. قبوله، بین ما یه دیوار هست، چون تو خودتو حبس کردی. اون تو یکم تاریک نیست که نه؟
چون ما بیرونیم تو اون توی، چون ما زیادیم تو کمی. شلیک نکن، اینجا نمیشه. اونم اینو خیلی خوب میدونه که نمیشه. تو قلعه کوچیک تاره، اما این بیرون ما ایم که میتونیم. فکر کنم یکی به پلیس زنگ زده. مهمونا رو بیارید بیرون. تو درست میگی، بینمون یه دیوار هست، رد شدنم ازش ممکن نیست، اما من از زندانی بودن نمیترسم. اعتراف کن تو از بیرون اومدن میترسی. چیزی نمیشه، یه قدم بیا جلو، نترس. اگه مردی بیا بیرون، قلبت میگیره از غلط بیای بیرون. بهت فشار میاد از تخت و تاجت بیای پایین. بهت فشار میاد بیای توی خیابون وسط بقیه ی آدم ها. اگه بیای توی دنیای حقیقی، فکر کردی من انداختی بیرون؟ ما تو رو اون تو حبس کردی. اگه بهت فشار میاد از این بیرونم دور وایسا. اومدم همینو بگم. دوباره میام که ببرمت. تو تنهاییت اعتراف کن، میخوای با کی باشی؟